همکارم ژیلا ناصری را با خود داریم که مباحث رسانه‌های اجتماعی و واکنش‌ها را دنبال نموده است. ژیلا جان بفرمایید. باجا سلام خدمت شما و بیننده عزیز، بخصوص کسایی که ما را در فیسبوک از طریق فیسبوک زنده تماشا میکنند. برنامه ما را در یفته باز هم چند موضوع جالب از رسانه اجتماعی را در ارتباط با موضوعات روز در افغانستان و جهان انتخاب کردیم که از جمله جنرال دوستم در سفر تازه به فاریاب بر مبارزه با طالبان یفته بیشتر یکی از شخصیت‌های محبوب و مورد بحث در رسانه اجتماعی شده بود. با چند پست مختلف اخبار زخمی شدن جنرال دوستم که در رسانه اجتماعی نشر شد، آقای دوستم در صحبت با همکارم محمد سیازی گفت که وای زخمی نشده. این مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا در صفحات اجتماعی واکنش‌های زیاد را هم در بر داشت. عکسی از حضور جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهوری در ولایت فاریاب در صفحات اجتماعی دیده میشد که شامل عکسی از وای است که اتاقش در محل جنگ نشان میده. عکسی از او هم در توییتر و فیسبوک واکنش‌های زیاد افغان‌ها را در حمایت از او که بر علیه طالبان می‌جنگد به دنبال داشته است. عکسی هم از زنان افغان در جوزجان در صفحات اجتماعی بیشتر شریک شده که در او زنان افغان با سلاح بر دست عکس گرفتن و گفتن که از جوزجان در برابر دشمن دفاع میکنند. از موضوعات جهانی مورد بحث در هفته، آخرین مناظره انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد. صدای آمریکا در صفحات فیسبوک به زبان‌های مختلف آخرین مناظره انتخاباتی را میان دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون به طور زنده و مستقیم نشر کردند. میلیون‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی در برابر سخنان نامزدان رئیس جمهوری ایالات متحده و کرش نشان دادن نظرات هر دو نامزد در مورد زنان، تایید نتیجه انتخابات و بحث روی بحران جنگ سوریه بیشتر واکنش‌ها را در بر داشت. کانادایی‌ها در حمایت از آمریکایی‌ها که برای برگزاری انتخابات رئیس جمهوری آماده می‌شوند، از طریق رسانه‌های اجتماعی پیام خود با هشتگ به آمریکا بگویند که شما بزرگ هستین پست کردند. در ویدیویی که حدود 2 میلیارد بار دیده شده در ویدیو یوتیوب، کانادایی‌ها از سطوح مختلف جامعه پیام دادند. و آمریکایی‌ها هم به نوبه خودشان که در رسانه‌های اجتماعی اخبار دنبال می‌کنند با هشتگ به کانادا بگوین تشکر واکنش نشان دادند. یکی از ویدیوهایی که در صفحه فیسبوک صدای آمریکا به زبان روسی نشر شده، در میان ویدیوهای پربیننده یفته قرار گرفته که این ویدیو که صدها هزار بیننده داشت واکنش‌های زیادی را هم در بر دارد که دخترک 7 ساله اوکراینی را که خانواده آمریکایی به فرزندی گرفته نشان می‌دهد که میگه اگر وای مشکل روانی است داون سندروم داره، به این معنی نیست که وای ترسناک است. و خبر جالب دیگه که عکسی از ارشاد خان پسر 18 ساله پاکستانی از منطقه مردان که در حال انداختن چای است با هشتگ هات چایوالا یا چایوالای خوشتیب در صفحات اجتماعی شریک شده که عکس ارشاد خان به خاطر زیبایی چهرهش مشهور شده. گفته میشه که اکنون وای دیگر چای دم فروش در این وضع قرارداد مدل لباس برش دادند.